بیش از چهار دهه از انقلاب در ایران می گذرد. انقلابی که خود را اسلامی نامید و با هدف مبارزه با فساد ظلم و جور و بیدینی رخ داد اما اکنون بعد از چهار دهه از وقوع این انقلاب به ازان کارشناسان مختلف ایرانی این کشور در حال تبدیل شدن به جامعه سکولار است و منشأ آن عملکرد مسئولان است همکار علی اکبری گزارش می‌دهد تقییه رستنبندی معاون وزیر کشور ایران اخیرا آماری درباره وضعیت اجتماعی و دینی جامعه ایران منتشر کرده که هاشیه های زیادی را به دنبال داشته است وی در این باره گفت میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور افزایش پیدا کرده است گرایش مردم به حکومت سکولار زنگ خطری برای ماست در واکنش به این اظهارات تقیه آزاد ارمکی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت برخی مسئولان ما صبح تا شب در حال ترویج ادبیات دینی هستند از طرفی هر چیزی که زیاد گفته شود واکنش عکس و افراطی به خودش میگیرد جامعه ما دچار یک دلزدگی دینی شده است یکی از اشتباهات حکومت این بود که از همان آغاز تا به الان شروع به گزینش و آموزش دینی به مردم کرد وی در ادامه افزود در حال نزدیک شدن به جامعه سکولار هستیم اینکه هم رسانه ها و هم دستگاه ها نسبت به وضع موجود سکوت کردند، بسیار خطرناک است این جامعه شناس ایرانی افزود وضعیت حال حاضر جامعه ما مثل آتش زیر خاکستر است یعنی در حال حاضر با وجود این همه مشکلات هیچ کس هیچ اعتراضی از خود نشان نمی هیچ کس هیچ حرفی نمیزند. این خطرناک است و آتش سکوت ممکن است با وزش یک باد شعله بر شده و اتفاقات بزرگی در کشور رقم بزند تقیه آزاد ارمکی گفت ریشه بیدینی جامعه ما به دلیل عمل کرده برخی مسئولان و حکومت دینی است برخی نخاتها در جمهوری اسلامی تظاهرگرایی دینی را ترویج می کنند جامعه ما دوچار یک نو دلزدگی دینی شده است به همین دلیل جامعه روحانیت و دینداران در جامعه ما مشروعیت و مقبولیت خود را از دست داده است وی افزود در حال حاضر در جامعه ما دین به شدت مورد انتقاد قرار گرفته شما همین الان به فضای مجازی ما نگاه کنید پر از نقد و به سخره گرفتن دین و دینداران است ریشه بیدینی جامعه ما به دلیل عملکرد برخی مسئولان و حکومت دینی است